مشکل سنگ کیسه صفرا و جراحیش و عوارض بعدش متاسفانه همینطوری داره زیاد میشه. میخوام تو این ویدیو راجع به راهکار دفع سنگ کیسه صفرا باهاتون صحبت بکنم، با من همراه باشین. دکتر احسان میرزایی هستم، نویسنده، مدرس و محقق حوزه طب سنتی. حتما با این ویدیو خیلی اطلاعات مفیدی کسب خواهید کرد. اول یه موضوع خیلی مهم رو بهتون بگم دوستان. ببینید، دفع سنگ کیسه صفرا همینطوری نیست. اول اینکه خب پیشگیری همیشه اولویت بوده. شما تو تمام منابع طب سنتی هم که نگاه بکنید، حکما میگن پیشگیری مهمه، چون وقتی که بیماری میاد به سراغت، خب دیگه باید کلی بری هزینه بکنی، بعد 50-50 یه سری بیماری اصلا نمیشه دیگه درمان کرد، یه سری بیماری هم خب میشه درمان کرد. خب البته طب سنتی خودتون میدونین که این سالها در دنیا به شدت افزایش پیدا کرده و خیلی موفقیت های زیادی داشته نسبت به طب مدرن، برای همین هم تو کشور ما داره خیلی رشد میکنه. درسته که طب سنتی مال ماست، ولی بیشتر تو کشور اروپایی داره بهش اهمیت داده میشه، که من این ویدیو دارم راجع به گسترش طب سنتی در کشورهای پیشرفته دنیا. حتما این ویدیو رو ببینید و متعجب بشید از پیشرفت طب سنتی. پس پیشگیری رو خیلی جدی بگیرید در پیشگیری از مشکلات کیسه صفرا. خب پیشگیریش چی هست؟ ببینید، هر غذایی که خیلی چرب باشه، هر غذایی، حتی تو بگو مثلا من دارم روغن سالم استفاده میکنم، آقای میرزایی بله من دارم روغن کنجد استفاده میکنم، منم میدونم روغن کنجد استفاده میکنی، ولی اگر استفادت خیلی زیاد بشه، هر چربی و تو منابع طب سنتی میگن تبدیل میشه به خلط صفرا، بعد سرریز این صفرا میاد میره داخل کیسه صفرا، مثل سرریز سودا که میاد میره داخل طحال. خب وقتی که سرریز صفرا از مجاری کبدی میاد میزه داخل کیسه صفرا، تو مداومت بر مصرف روغن‌ها و غذای چرب و چیلی داری و بعد غذا یا همراه غذات هم میای آب یخ و نوشیدنی‌های خنک و بعد غذا که اصلا الان مد شده بستنی هم دارن استفاده میکنن، وقتی که اینا رو استفاده میکنی، خب خود این میشه چی؟ باعث ایجاد سنگ صفرا، پولیپ صفرا و مشکلاتی که خب تازه بعد جراحی هم منتظره باید مشکلات متعدد بعد از برداشتن کیسه صفرا هم باشه دیگه، چون سرریز صفرا دیگه نمیرزه داخل کیسه، چون کیسه ای وجود نداره، این میاد میچرخه تو بدن، میشه اگزما، میشه مشکلات پوستی، خارش ها، جوش های با مزاج گرم، مشکلات کلیوی، مشکلات رحمی، مشکلات اعصاب، مشکلات معده و مشکلات متعدد دیگه که به خاطر برداشتن کیسه صفراست. ممکنه که خب بهتون بگن که برداشتن کیسه صفرا عارضه‌ای نمیده، اما در تمام منابع طب سنتی برداشتن کیسه صفرا قطعا دلایل و براهین دقیقی وجود داره که میتونه باعث آسیب‌های جدی بشه. خب پس پیشگیری خیلی جدی بگیر، غذای چرب. دوم، این چه فرهنگیه بابا، این غذاهای مدرنی که الان باب شده کبد رو نابود میکنه، سنگ کیسه صفرا هم ایجاد میکنه. استفاده از فست فود ها، نگهدارنده ها، غذاهایی که نگهدارنده دارن، غذاهای های پروسست، الان که دیگه رفتیم سراغ غذاهای فوق فراوری شده، این پنیر چدار رو نمیدونم، این پنیر پیتزایی که داره استفاده میشه و اینا، همه باعث ایجاد سنگ کیسه صفراست. یه نکته دیگه اینه، غذاهایی که غلیظن و هضم کبدیشون سخته، اینا در دراز مدت میتونن باعث ایجاد سنگ کیسه صفرا هم بشن. تا اینجای ویدیو که میدونم خیلی برات کاربردی بوده، حتما لایک و اگر عضو چنل من نیستی سابسکرایب فراموش نشه، متشکرم. 3 ثانیه زمان میبره. اگر سوالی هم بابت مشکلات کبدی داری میتونی کامنت بکنی، همکاران من به تو مشاوره خواهند داد. یک عامل دیگه ای که میتونه
سنگ کیسه صفرا ایجاد بکنه، استفاده از گرمیجات زیاده. الان یه سری افرادی که متخصص دوازده تبسانتی نیستن، دانش کافی دوازده تبسانتی ندارن، کتاب نمیخونن، به زبان خیلی ساده بهتون بگم کتاب نمیخونن، به رفرنس مراجعه نمیکنن، اومدن یه فرهنگی تو کشور باب کردن. آقا سردی بده، تبسانتی دشمن سردیه، تا میتونید بهت گرمی بخورید. در هیچ کنوم از منابع تبسانتی اصیل و رفرنس ها ما نداریم. میدونید که من کاملا علمی صحبت میکنم در حوزه تبسانتی، و هر کس اگر نقدی داره بیاد بشینه با هم مباحثه علمی بکنیم، کاملا روشن براش توضیح خواهم داد بر اساس منابع و رفرنس های دقیق تبسانتی. مصرف زیاد گرمیجات خودش باعث ایجاد مشکلات صفراوی. در مصرف گرمیجات زیاده روی نکنید. اینکه در مثلا فصل گرم هم شما اردشیره میخورید، در فصل گرم از روغن ارد استفاده میکنید، اینکه فلفل دائما داخل غذاتون میریزید بر اساس یک باور کاملا پوچ که خیلی از پزشکام الان دارن میگن برای دست سردردهای میگرین مقالات نشون داده از زنجبیل استفاده کنید. بابا اون مقاله مال کشور انگلستانه، مال کشور آلمانه، مال کشور اروپاییه. بله اونجا سردردهای سرد زنجبیل براش خوبه. تو کشور ما که انقدر هوا مزاجش گرمه، مردم مزاجشون گرمه، غذایی که استفاده میشه گرم هستن، خب استفاده از اینا آسیب میزنه و میتونه مشکلات صفراوی ایجاد بکنه. پس در مصرف گرمیجات افراط نکنید، فلفل ادویه‌جات زیاد به غذاتون اضافه نکنید، انقدر زنجبیل استفاده نکنید، انقدر سیاه‌دون عسل استفاده نکنید. اینا دارو هستن و دارو فقط در یک موقعیت خاص با زمان کوتاهی فقط میتونن استفاده بشن. حالا علائمی هم داره، تو بس پیشگیری گفتم یه سری علائمی هم داره. خب اگه سوزش کف پا داری، احساس سوزن شدن تو اندام مختلف بدنت داری، درد در ناحیه کبدی که به پشت میزنه داری و درد شدیده، و بعد از اینکه این درد ایجاد میشه تب و لرز هم پشت بندش ایجاد میشه، این احتمالاً میتونه نشون دهنده مشکلات صفراوی باشه. به سرعت سونوگرافی انجام بده ببینیم که خب لجن و یا سنگریزه در کیسه صفرا وجود داره یا نه، و بعد بیا توی گام بعدی که میخوام راهکارهای رفعش رو ساده به توضیح بدم. حالا اگر سونوگرافی دادی و گفتم پولیپ داری و یا سنگ‌ها خیلی ریز داری، چند تا نکته مهم رو رعایت بکن. اول که مسائل پیشگیرانه، سرخ کردنی ها، چای ماسالا، چای زنجبیل، گرمیجات زیاد، اینا رو استفاده نکن و اینا رو کامل قطعشون بکن، به خاطر اینکه این صفرا اضافی توی کیسه صفرا مجتمع شده. حالا چیکار بکنم؟ من یه راهکار خونگی میگم و بعد یک راهکار اساسی تر هم بهت آموزش میدم که انجامش بدی. ببین راهکار خونگیت اینه. خب ترک گرمیجات کردی، این نکته مهم راستی تو پرانتز بگم، این خیلی مهمه، خواهش میکنم دقت کنید، خیلی مهمه. اگر سنگ صفرات بالای 15 میل، 14 میل، 20 میل اینها هست، خیلی دنبال این نباش که آقا به من گفتن توی طب سنتی برو مثلا از دستور فلان استفاده بکن سنگت دفع میشه. کار بسیار خطرناکیه. من موقعی که سر کلاس ها دارم آناتومی تطبیقی رو به دانشجوام آموزش میدم، اونجا خیلی تاکید میکنم بر این موضوع که مجرای بایل داکت کبد که در حقیقت میخواد ریزش بکنه صفرا داخل کیسه صفرا، و یک مجرایی هم داره که یه آمپولی داره اونجا که وارد روده های کوچیک میکنه. اون آمپول منظور اون آمپول نیست، به لحاظ آناتومیک گفتم، صفرا میزه داخل روده. اگر این خیلی تنگه، اگر سنگ 15 میل باشه، 20 میل باشه، 30 میل باشه، بسیار خطرناکه. میتونه بیا تو مجرای بالدا گیر بکنه و حتی میتونه عامل مرگ اون فرد در 24 ساعت باشه. پس
هست. متخصصی طب سنتی، درمانگر طب سنتی، پزشک طب سنتی، اگر کسی سنگ کیسه صفرا داره و سنگش بزرگه، اگر شما بدون رؤیت سونوگرافی بخواد از این دارو بدید، کار بسیار خطرناکه، ریسک بسیار بالایی داره و حتی میتونه منجر به مرگ بشه. خیلی مراقبت بکنید. اما اگر پولیپه و سنگ ریزه است، میتونی از این ترکیب استفاده کنید. سکنجبین تمر هندی، یعنی سکنجبین با آب لیمو درست میکنید، بدون عسل، با شکر، با پایه تمر هندی درست بکنید، یا با شکر سرخ یا با شکر قهوه‌ای. یک ساعت بعد از غذا استفاده بکنید. اگه ضعف اعصاب داری، رفلاکس داری، سرکه رو معده‌ت نمیتونه بپزه، یا اینکه از این دستور استفاده بکنی، یک قاشق غذاخوری تمر هندی، نصف استکان گلاب، یک قاشق غذاخوری شکر و آب جوش، این رو یک ساعت بعد از صبحانه و ناهارت استفاده بکنی. البته متخصصین ما در مجموعه در خدمت شما هستند با تدابیر ویژه و فرمول‌های ویژه و داروهای دیگری که اونها رو ما نمیتونیم، چون اینا OTC نیستن، نمیتونیم به صورت عمومی به مردم آموزش بدیم در یوتیوب، که برای پولیپ صفرا و سنگ‌های زیر 12 میل در خدمت شما باشند و مشکلتون مرتفع بشه.